پهلوانی بین خامنه‌ای و اردوغان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر و یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید. گزارش نامه افغانستان در صفحه رسمی اوبلاک خود می نویسد: پهلوانی بین خامنه‌ای و اردوغان. داور ولادیمیر پوتین بود. خطاب به ایالات متحده آمریکا: از منطقه نفت خیز سوریه خارج شو. پوتین برای محرمانه ترین گفتگوها با رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. مثل همیشه با هواپیمای مخصوص خود، گارد محافظ خود و اتومبیل مخصوص و تشریفاتی خود، حتی دالان خروج از هواپیما نیز سرپوشیده بود. همه این تدابیر برای پیشبینی هر حادثه در تهران بود که در صورت وقوع به یک رویداد تاریخی تبدیل شود. مستقیم به دیدار خامنه‌ای رفت. آیت الله علی خامنه‌ای ناتو را موجود خطرناک خواند: اگر شما ابتکار عمل جنگ را در دست نمی گرفتند، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. ایران و روسیه بابت ممنوعیت فعالیت یهودیان و بردن جنگ اوکراین جایزه داد. تثبیت قطعی حضور ایران در بریکس و شانگهای و اورو آسیا است. قرارداد 40 میلیارد دلاری میان ایران و شرکت گازپروم. این بزرگترین تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران است که در طول تاریخ این صنعت در ایران بی سابقه است. توسعه میدانهای گازی کش و پارس شمالی، فشار افزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی، سعاب گاز و فراوان احداث خطوط لاله صادرات گاز و فناورانه از جمله مهمترین محورهای تفاهم نامه است. آنچه را که غرب نداد و نمیدهد میتوان از شرق گرفت و مملکت را به پیش برد. خامنه ای در دیدار قبلی درباره پوتین گفته بود: شما دارای شخصیت قوی و اهل تصمیم و عمل هستید. غربی ها با روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند. اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرز نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شد، مدت بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه می انداختند. البته امروز ایالات متحده آمریکا و غرب ضعیفتر از قبل شده و با وجود تلاش و هزینه زیاد، برد سیاست های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است. خامنه‌ای: اشغال مناطق حاصل خیز و نفت خیز شرق فراد با وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. بنده شخصا مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها را تحسین برانگیز می دانم. یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن رهبران روسی در مقابل سیاست های آمریکا بود. دلار را باید از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است. بعضی از کشورهای اروپایی گفته اند: ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو بودیم، اما تحت فشار ایالات متحده آمریکا با آن موافقت کردیم. مواضع شما رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره منطقه قفقاز، مواضع دو کشور در قضیه سوریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال سوریه کاملا مطابق با سیاست ماست. منطقه شرق فراد باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. ما نورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم. اردوغان رئیس جمهور ترکیه چند ساعت زودتر از پوتین به تهران رسید. 3 دغدغه و دردسر برای خود درست کرده، اما جنگ اوکراین و تشکیل اتحادیه آسیایی با رهبری چین و روسیه سیاست خلافتگرایی، عثمانیستی یا اروپاگرایی را کمرنگ کرده است. علت چیست؟ بحران اقتصادی با تورم 82% دست به گریبان کرده، نیازمند مدیریت روابط با ایران و روسیه است. عبور از بحران اقتصادی. خامنه‌ای به اردوغان: خیال حمله به سوریه را از سر بدر کن.
خامنه ای با اشاره به برخی نقل قولها درباره حمله نظامی به شمال سوریه گفت. این کار قطعا هم به ضرر سوریه، هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است. حمله نظامی در سوریه به نفع تروریست ها خواهد بود. دو منطقه ای که ترکیه اکنون قصد دارد به آن حمله کند، بخشی از یک نوار حائل به عرض 30 کیلومتر است که آنکارا می خواهد آن را در امتداد مرز ترکیه و سوریه تکمیل کند. در بیانیه پایانی از موضوع آنکارا علیه کردها حمایت شده و هر گونه ابتکار غیر مشروع و خودمختاری گویا ایران و روسیه ضمانت کرده باشند که کردها را به تشکیل اداره خودمختار اجازه نخواهند داد. اما بدون نام بردن از ترکیه با تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز حملات و نفوذهای فرامرزی مخالفت شده است. تلاش ایران و ترکیه برای نفوذ در قفقاز جنوبی، ایران و روسیه هر دو مخالف راه برده پانترکیستی. 20% از جمعیت 85 میلیونی ایران را آذری ها تشکیل می دهند که عمیقا در تور و پود ایران یک پارچه شده و هیچ نشانی از گرایش های تجدید طلبانه جدی از آنها به چشم نمی خورد. ایران با ترکیه مظنون است. اتحاد آذربایجان ترکیه یک ضلع سیومی هم دارد. اسرائیل که تفاهم ترکیه و آذربایجان برای استفاده از کارت پانترکیزم علیه ایران مورد حمایت صمیمانه اسرائیل است. تلاش های ترکیه، توافقنامه کریدور ترانزیتی ترکیه، گرجستان، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان است که به توافق لاجورد معروف است. در این صورت بازندگی توسعه مسیری که آسیای مرکزی و افغانستان را به دریای سیاه و مدیترانه متصل می کند ایران است. روابط ایران با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را در معرض خطر قرار می دهد. چرا ترکیه همواره آماده حمله به کردهای سوریه است؟ کردهای سوریه نقش اصلی در درهم کوبیدن خلافت داعش داشتند. جنبش کردهای ترکیه انرژی ببخشد. ایران فکر می کند که تکرار حمله ترکیه حیات خلوت روسیه و ایران در سوریه را اخلال کرده و گروه های سنی سلفی و القاعده را تقویت می کند. تهدید ژئوپلیتیکی جدی لحظه منحدر به فرد در تاریخ ترکیه تهدید جدی برای سرزمین های به شمار می رود که تهران از دهه 1980 میلادی تحت نفوذ آورده است. رقابت تنگ و تنگ بی سابقه بر سر منافع بی بازگشت است. ترکیه مستقیما در تیرس ایران قرار دارد. ترکیه توانایی تهدید منافع ایران را دارد. از دیدگاه استراتژیک ایران وضعیت کنونی یک لحظه منحصر به فرد تاریخی است. برای اولین بار از اول سده هفتم پارسیان در بین النهرین و شام غلبه کرده اند. مانع بر سر راه ترک ها برای نفوذ در جهان عرب شده اند. درست مثل رقابت جویی های عثمانی ها و صفویان در ادوار سپری شده، ایران در پی گسترش نفوذ خود در جهان عرب است. ترک ها در تلاش تثبیت موقعیت خود در مرزهای شمالی سوریه اند. ایران با قدرت بلند پروازی ترکیه واقف است، اما ترکیه از بلند پروازی مذهبی و نظامی ایران با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.